میشه. ولی نکته که وجود داره اینه که چی بشارت میده پولس؟ بعد اینکه حالا پولس از خودش دفاع میکنه، همه چی رو میگه، میگه من 3 سال اونجا بودم و رسول الله رو نگرفتم، مستقیم از خدا بود. صحبت پولس چیه؟ انجیل. انجیلی که خیلی خیلی برای ما درکش امروز مهمه، خیلی کلیدیه که ما این انجیل رو امروز بفهمیم که چی داره به ما میگه. انجیلی که ما امروز موعظه میکنیم در یک جمله میتونه خلاصه بشه. میخوام حواستون باشه، چون اگه از کل صحبتهایی چی نگرفتیم این جمله رو بگیرید. انجیل مسیح که امروز ما داریم میخونیم یک جمله ما میگه: خدا تو رو دوست داره. کل این انجیل، هدف این انجیل اینه که بگه خدا عاشقانه شخص تو رو دوست داره، با محبتی که نمیتونی مقایسه کنی حتی با محبت مادرانه یا پدرانه. این خبر خوشی هستش که امروز در این کتاب نوشته شده و تمام صفحاتش داره این رو میگه. امروز ما انجیل رو میخونیم، میگه عادل شمردگی، بسیار عالی، قداست، محبت، صلیب، حتی اون عطایای روحانی که ما میبینیم، ولی اینا خوبه، مهمترین این چیزی که اشاره داره میکنه به خدایی که ما رو دوست داره، خدایی که عادل میکنه مهمتره، خدایی که ما رو مقدس میکنه مهمتره، خدایی که صلیب رو برای ما آورده مهمتره، خدایی که نجات عطایا رو به ما میده اون خدا مهمتره. پس انجیل میخواد ما رو، دست ما رو به نوعی بذاره تو دست خدا، خدایی که ما رو عاشقانه دوست داره. کلام خدا میگه شما جدا شدید به خاطر گناهانتون، ولی خدا عاشقانه دنبال شماست. و زمانی که انجیل نوشته میشه، که من زمانی که داشتم فکر میکردم این تو ذهنم اومد که انجیل مثل یک عکسی هم داشتم چون میدیدم، مثل یک رودخانه خروشانیه پر از جلال که از قلب خدا داره بیرون میاد. یعنی منشأ این رودخونه قلب خداست و داره همین جوری میریزه. و امروز ماها که مسیحی هستیم و میریم و به نوعی خیس میشیم زیر این رودخانه و این آبشار و هر چیزی که هستش، که این صفحات این کلامه که ما همین جوری که ورق میزنیم و میخونیم همینطور محبت و عشق و فیض خدا رو میبینیم. انجیل چیزیه که به دست نیامدنی رو امروز میخواد به شما بده. میدونم که به خیلیاتون داده. انجیل به صورت خیلی کوتاه میخواد خدا رو به ما بده.